با مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. آقای کاظمیان، بیشتر در ارتباط با این نگرانی ها و هشدار ها بشنویم ازتون. خب این واقعا فضای دو قطبی که در جامعه ایران وجود داره، یعنی یک حاکمیت اقلیت و یک اکثریت گروگان، این نگرانی ها همه در این فضای جامعه مدنی. خب التهاب خودشو در بازار ارز نشون میده، در سایه سنگین جنگ یا مخاطرات اون بر سر شهروندان که باز خودشو در فضای رسانه‌های اجتماعی متبلور میکنه، و طبیعتاً نگرانی کسانی که دغدغه تمامیت ارضی، منافع ملی و به هر حال آینده ایران رو دارن، از اینکه این تنش منجر به عوارض سنگینی بشه برای کشور و نه فقط جمهوری اسلامی. خب به اظهار نظرهای تند توی این فضا به ویژه از طرف کارشناسان اظهار نظرهای صریح کمتر هست، اما دکتر علی بیگدلی، خب استاد ارشد روابط بین الملل ایران، شاید از محدود چهرهای، من به دشواری جلو خودم رو میگیرم بگم تنها کسی که به این صراحت امروز اومده ابراز مخالفت کرده با هر گونه حمله نظامی علیه اسرائیل. خب یک استاد ارشد روابط بین الملل کاملا تحلیل کرده، میگه که اسرائیل جدای از ارتباطات استراتژیکی داره با آمریکا و بریتانیا و موازی که اینا اتخاذ کردن، هشدارهایی که دادن به جمهوری اسلامی، پایگاه داره در جمهوری آذربایجان، در برخی کشورهای منطقه، وضعیت اقتصاد ایران رو تحلیل کرده، میگه جامعه توان درگیر شدن در این جنگ نداره، و ضمن اینکه باز توصیه کرده به حاکمیت که اون به تعبیر آقای بیگدلی اگر شیشه کشور با اون حمله اسرائیل به کنسولگری و کشته شدن فرماندهان سپاه، اگر شیشه شکست شده نگذارن که خانه ویران بشه و درگیر یک چنین جنگ و منازعه‌ای نشن، و توصیه کرده که از راه‌های دیپلماتیک ایران پیگیر اون مطالبات خودش از اسرائیل بشه. حتی گفته که این اقدام باعث میشه که نتانیاهو و دولت اسرائیل بیشتر تهیج بشه برای اقدامات نظامی در همون نوار غزه. اما این توصیه‌ها طبیعتاً یک فضای کاملا متفاوتی با رفتار حاکمیت. خب چرا آقای کاظمیان فکر می‌کنید با وجود این همه هشدار و نگرانی که وجود داره، داره همچنان حکومت اصرار میکنه که این حمله را انجام بده؟ این واقعیت اینه که اساساً دو دنیای متفاوت چون وجود داره. نقطه عزیمت کسانی مثل آقای دکتر بیگدلی یا کارشناسان ملی و به هر حال متخصص منافع ملی است و مصالح ایران، اما نقطه عزیمت جمهوری اسلامی مصالح حکومت هستش و پروژه‌های حکومت و طبیعتاً اون توهمات خود خامنه‌ای و به نوعی تلاش برای اقتدارگرایی در منطقه. این اقدامات خب طبیعتاً یک حداقل و حداکثری داره که شاید جمهوری اسلامی تصور میکنه که میتونه این رو کنترل کنه، ولی طبیعی است که مثل یک دومینو در صورتی که اولین اقدام انجام بشه پیامدهای اون مشخص نیست، واکنش اسرائیل و طبیعتاً اینکه چگونه این دومینو، این رفت و برگشت، پینگ پونگ ادامه پیدا خواهد کرد. و خب متاسفانه چهرهای رادیکالی مثل مثلا زنور نایب رئیس مجلس، از چهرهای امنیتی موازی رادیکال، اون هم اومده امروز در یک نقطه در واقع عزیمت متفاوتی با کسی مثل دکتر بیگدلی تاکید کرده بر پاسخ ایران به اسرائیل، و این دو دنیای متفاوت، دو تحلیل متفاوت باعث این شده. من البته این رو بگم که به هر حال جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد به اسرائیل بر مبنای همه گزارش‌ها، اما اینکه سقف این اقدام چگونه خواهد بود و دامنه اون و چقدر میتونه موثر باشه، این یک علامت سوال جدی وجود داره. و در نهایت هم جمع‌بندی کنم، خامنه‌ای خودش هم میدونه که ایران توانایی جنگ با اسرائیل و البته آمریکا رو نداره و به دنبال این هم نیست، یک شگیری جنگ تمام عیار، ولی ورود ایران به این عرصه به معنای یک عوارض سنگین اقتصادی خواهد بود، به ویژه برای لایه‌های اجتماعی نابرخوردار و کسانی که زیر فشار مشکلات اقتصادی هستند، با همین عوارضی که در بازار ارز و بازار کالاهای اساسی مشاهده می‌کنیم. بله، متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو همراه ما.